و صفحه درس امروزمون رو یک مقدار متوقف میکنیم. در اینجا به خاطرم آمد که لمحه‌ای و لحظه‌ای سخنانی با مسئولین مملکتی بگم. یکی از اون سخنان من با جناب آقای وزیر آموزش و پرورش، برادر پرورش است، که همونطور که در زمان، خدا رحمت کنه، مرحوم رجایی، شهید رجایی، خدا بیامرزد، چون مرحوم شهید دکتر محمد باهنر تا توجه داشتن به اینکه بچه ها 6 سال و نیمشون تمام بشه برن مدرسه، و این آقایون هم که دنبال روی اون آقایون هستن، اصلا یکی از کسانی که مشوق این برنامه بود، البته خیلی ها بودن، خیلی ها انگوش شما بیزن معدود نیستن، خیلی ها مشوق این برنامه بودن، و یکی از کسانی که موجب شد این برنامه پا بگیره در تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرحوم شهید رجایی و مرحوم دکتر باهنر بودند، خدا رحمتشون کنه، و بر این عقیده بودند که ما چطور بچه های ما فقط از این برنامه استفاده بکنه، بچه های سراسر کشور استفاده نکنن. و خب محبتی داشتن به حدیر، دستور فرمودن که البته یکی از اونها، دیگران هم بودن که از ذکر نامشون خودداری میکنن که من باید سخنی حرفی چیزی پیش بیاد. من خواهش میکنم از جناب آقای برادر پرورش که دستوری صادر بکنند، و این دستور رو من این خواهشم ملتمسانه است، عاجزانه است. 35 سال، 34 سال تمام در کلاس ها خون دل خوردم، و اگر سخنی بیش از این نمیگم محل نداریم، جا نداریم. فرزندانی بیان در کلاس های مدارس ابتدایی بنشینند که 6 سال و نیمشون تمام شده باشه، یعنی نیروهای ذهنی و نیروهای عینی اونها بارور و شکوفا شده باشه، اگر میخوان دیو جهالت و بدبختی رو از این مملکت دور کنند، اگر میخوان مبارزه با بیسوادی بکنند، یکی از راه هاش آن است که فرزندان اسلامی ایران 6 سال و نیمه به مدارس راه پیدا بکنند. البته خب بچه‌های هم هستن، هوش درصد بالا دارن، اونها هم هستن، تک و توکی هم اونها، نمیشه یه حساب جدا، البته میشه حساب جداگانی بر اونها باز کرد، ولی اکثریت بچه های هستن که هنوز شکوفا نشده اون نیروهای ذهنیشون و عینیشون، و وقتی میان در کلاس ها مزاحم معلمین مملکت هستن، و معلمین میخوان وظایف خودشون انجام بدن، میگن نمیتونن، زمین شوره سنبول بر نیارد. یکیش اینه، و یکی هم مسئولین اداره آمار اگر مسلمانند، اگر مؤمن به خدا هستند، ایمان به خدا دارند، توجه داشته باشند دوستی و آشنایی در این راه نشناسند. کسی که با مأمور اداره آمار دوسته، نرسه جل فلان بچه یه 1 سال ببره بالا و مزاحمت برای معلمین فراهم بکنه. خب بچه باید شکوفا بشه، هندوانه باید برسه، ما بخوریم، کال بخوریم، دل درد میگه. حالا بقیه صحبت همون باشه، اگر فرصتی داشتیم انشاءالله بعد هم در اینجا از خدا میخوان که گرچه روح مرحوم شهید رجایی و روح مرحوم دکتر باهنر و همه شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ خونین عراق با ایران همیشه زنده است و همیشه عالی است، از خدا میخواهیم که روح آنها را متعالی گرداند و با ارواح مقدس شهدای صدر اسلام محشور کند انشاءالله. حالا بچه های ما نمیدونن که کجا باید انشاءالله بگن، کجا باید انشاءالله نگن. حالا گذشت، کاری نداریم، ولی من دلم میسوزه اونجا که اینجایی که میخوام خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم، میخوام یه خواهشی دیگه هم بکنم، بگم آقایون و مسئولین مملکتی، هر چی نیرو دارید در کلاس‌های اول به کار ببرید،
چون کلاس های اول پایه بر رکن رکین درس خوندنه، رکن مدرسه راهنمایی است، رکن نظری است، رکن متوسط است، رکن دانشگاه است. هر چی میخواهید در کلاس های اول بهترین معلمین و مجربترین معلمین ایتون رو به کار ببندید و از هر نظر وسایل رفاه و آسایشتون رو فراهم بکنید تا ببینید چطور خون دل میخورند و صبر میکنند، تحمل میکنند و مشکلات رو یکی بعد از دیگری از بین میبرند و سنگلاخ ها رو کنار میزنند و راه رو هموار میکنند. کاری نداریم. آه به 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 باز بهتری که بابا سیویل کلو چه خبره چون اینقدر عرق میدنی؟ مؤدب باش اکبر، بیادب نباش، مؤدب باش، مؤدب باش، میزن تو دهنت ها.